به نام خدای وفادار و عهد، هموطنان سلام، عصر شما بخیر. من محمد معین مقامی هستم و شما با خبرنگاران جوان دوشنبه سوم خرداد ماه رو تماشا میکنید. سال روز آزادسازی خرمشهر عزیز رو تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم امروز تا پایان همراه ما باشید. وقتی شیرینکاری بعضی ها با سلامت مشتری هاشون شوخی میکنه، گشتی در بازار قنادی ها هرچند کام خبرنگار ما رو تلخ کرد، اما دست بعضی از قنادی های بیمسئولیت رو هم رو کرد. شاید برای شما همین اتفاق افتاده باشه که وقتی وارد یه شیرینی فروشی میشین و عطر و طعم این شیرینی ها شما رو جذب میکنه، اما این پایان ماجرا نیست و همراه شین با گشت تجهیزات و بهداشت تا از روند تهیه این شیرینی ها که شکایت های مردمی زیادی هم داشت با خبر بشین. شما اینو برای چی نگر میدارید؟ تختیه درست میکنم، تختیه رو بیارم چیز میکنم، بعدی خوردش میکنم میدارم برای گردویی. تختیه دوباره خودشون خمیر میگنم، تختیه میزنم. اونیه این شیمی های فاسد اینجا چی میگه؟ نه اینا نمیشه اصلا چیز داد، اینا همه شربتیه، مثلا بار داره داخلش، نمیشه گردویی زدی. نه مشخص از کجا اینو پساره گرفتی؟ خب شما میگید مطمئنه، این الان آدرس این که پسافرور شده کجاست؟ هیچ مشخصاتی رو شما تا حالا تو این مدت که به قول خود تجربه کردین ندیدین که پسته که هیچ آرم و علائم و هیچ آرم استانداردی وارد این شیرینی فروشی میشه ندیدین؟ ما این کارتونو داره اصلا جای دیگه میارن حساب کتاب هم نداره، مطمئنا ناخالصی داره. تو این کارگاه شیرینی پزی به اصطلاح تمیز نکات خیلی ظریفی وجود داشت که کارشناسا تونستن کشفش کنن، پسته ای که اسمن پسته است ولی باقالی درونش هستش. جب سردخونه یکی از قنادی ها هستش، همینطوری که مشاهده میکنید باز زایات شیرینی ها رو توی سردخونه نگه میدارن برای چرخ کردن، خوش کردن و استفاده کردن در شیرینی های بعدی. شما یه لحظه تشریف بیار اینجا ببخشید، اینا همه زایاته؟ نه این زایاته؟ این آره. خب اگه الان گفتیم نه شما اون پس این کف کف زمینه، این زایاته اما این یکی نه. الان شما تشخیص میدی؟ الان یه نفری که بیاد اینجا ما تشخیص میده. این شیرینی الان دوبینا حسین جگر هستی بتونی بیاد جلو، اینا الان بغل اینا روی زمین بود، اینا روی این ظرف، ایشون میگن که این زایات اینا اصلیه. با توجه به نظری که شبکه بهداشت درمان داره و همچنین بازرسی اصناف در خصوص تخلفات صنفی، حکم بر معدومیت این کالا صادر شده و نظرشون این بود که این کالا از نظر قانونی باید معدوم شه. مجددا از سوی بازرسی اصناف منجر به تشکیل پرونده شد و این پرونده جهت رسیدگی به اداره کل تعطیلات حکومتی استان تهران ارسال میشه. شما هموطنان هم میتونید در صورت مشاهده هر گونه تخلفات از جمله گرانفروشی یا عدم رعایت بهداشت در اصناف با شماره 124 تعطیلات حکومتی تماس بگیرید و شکایت خودتون رو مطرح کنید. جشنواره کن شب گذشته دو برنده ایرانی داشت. واکنش ها به این موضوع در فضای مجازی عنوان گزارش بعدی ماست. شهاب حسینی توییتر و اینستاگرام رو تسخیر کرد. تنها چند ساعت بعد از پایان جشنواره کن بسیاری از کاربران با هشتگ‌های شهاب حسینی و کن 2016 در شبکه‌های اجتماعی مطلب ارسال کردند، به نحوی که کلیدواژه شهاب حسینی تبدیل به یکی از ده پربازدیدترین کلمه استفاده شده در توییتر شد. در گوگل هم دو کلیدواژه شهاب حسینی در جشنواره کن و شهاب حسینی کن جزء عباراتی بودند که بیشترین ورودی‌ها را از این جستجوگر گرفتند. غالب پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی تبریک‌هایی بودند که کاربران و چهره‌های مطرح برای شهاب حسینی به خاطر درخشیدنش در جشنواره کن گذاشتند. امشب شب بزرگی برای همه ایرانی‌هاست. افتخار آفرینی و کسب نخل‌های طلایی جشنواره کن رو به دوستانم تبریک میگم. تبریک، خدا رو شکر سینمای ایران شما رو داره. در این بین فیلمی هم در فضای مجازی منتشر شد از واکنش بامزه پسر شهاب حسینی. امیرعلی به بابا تبریک میگی؟ از سوی دیگه برخی از کاربران پاسابت فضای مجازی با سرعت نور نظرات و پست‌های طنز به اشتراک گذاشتند. من تنها جایزه که بردم همین نخل طلایی بود که شهاب حسینی به همه ایرانی‌ها تقدیم کرد. تقدیم به مردم سرزمینم می‌کنم.
به من و اصغر که نخل طلا دادید، حداقل یکی هم به این طفل معصوم میدادید. صفحه اینستاگرام جشنواره کن هم نام و تصویر برندگان این جشنواره رو قرار داده بود. نکته جالب اینه که زیر تصویر برندگان ایرانی لایک و کامنت زیادتری نسبت به بقیه برنده ها قرار گرفته. جایی که واقعا قرار بیماراش دردی جز درد بیماری نداشته باشند. گذشته از مشکلات و کمبودهای درمان سرطان در کشور، هستند بیمارستان‌هایی که بهبودی بیماران براشون مهمتر از دخل بیمارستانه. چند روز پیش خبری در مورد درمان رایگان بیماران سرطانی در یکی از بیمارستان‌های خصوصی مشهد شنیده شد. خبری که بین تأیید و تکذیب مسئولین پاسکاری شد و ما رو برای باخبر شدن از چند و چون ماجرا راهی این بیمارستان کرد. با حضور یک تیم ایرانی و حالا در کنارشون متخصصینی از آلمان، یه تعدادی از بیماران رو که کمی مشکل‌تر از یه بیمار عادی هستن از نظر مشاوره این تیم استفاده بکنیم. این رو اعلان عمومی کردیم و همینطور اعلام کردیم که آمادگی این رو داریم که اگر بیماری استطاعت مالی نداره یا مایل هست میتونه از خدمات رایگان این سرویس هم برای این چند روز استفاده بکنه. 10-12 روز پیش بیماران رو فراخوان دادیم که حدود بیش از تا همین امروز 450 بیمار مراجعه کنند داشتیم. این دفعه فقط تومورهای مغزی رو بهش رسیدگی میکنیم. شما از کدوم شهر اومدین؟ از خرمشهر. دلیل عملشون چی بوده؟ تومور مغزی. هزینه بابت عمل جراحی ازتون گرفته شده یا نه؟ نه خیر، لطف امام رضا بوده، هیچی نگرفتم. این اقدام در حاشیه کنگره هر ساله سرطان بیمارستان رضوی انجام میشه. کنگره‌ای که پای برخی از کشورهای خارجی رو هم به مشهد باز کرد. نگاه به سرطان و دیدن سرطان به عنوان یک درمان جامع که نیاز به حوزه‌های مختلفی داره، نه فقط درمان تکنیکی، و به علاوه تشخیص اینکه نیاز به همکاری هست، نیاز به ارتباط با بقیه مراکز درمانی در جهان هست برای اینکه بشه تکنیک‌هایی رو اینجا آورد و اجرا کرد برای سود همگانی، میشه گفت که در مسیر درست قرار داره کشور. حدود 90,000 اقلن ما مورد جدید سرطان داریم در سال و بیش از 50% یا نصف اینا از بین میرن و فوت میکنن که باید طبق درمانها و نتایج مراکز پیشرفته دنیا 50% از این 50% زنده بمانن. یعنی 45,000 یا 50,000 نفر فوت ما در سال باید 50% کاهش پیدا کنه. درمان بیماران بی‌بزاحت مبتلا به تومور مغزی از 26 اردیبهشت ماه شروع شده و تا امروز یعنی 3 خرداد ادامه داره. اما به گفته مسئولان بیمارستان رضوی مشهد در اعیاد مختلف کشور این طرح مجدد اجرا میشه. شما بیننده با خبرنگاران جوان سوم خرداد ماه هستین. ساعت هم 17:14 است. اما yjc.ir آدرس سایت اینترنتی باشگاه خبرنگاران جوان هست که شما اگر مایلید از آخرین اخبار ایران و جهان مطلع بشید میتونید به صفحات مختلف سایت ما مراجعه کنید. اما همکارمون خانم گودرزی در تحریه حضور دارن برای معرفی خبرهای پربازدید امروز سایت باشگاه خبرنگاران جوان. سلام بر شما خانم گودرزی. سلام به شما آقای مقامی و همه بینندگان عزیز. پربازدیدهای سایت باشگاه خبرنگاران را از جشنواره کن شروع میکنم. علاوه بر آخرین اخبار و حواشی این جشنواره، مجموعی از طنز کاربران بعد از اعلام نتایج و گرفتن نخل طلایی شهاب حسینی و اصغر فرهادی رو براتون آماده کردیم. شنیده هایی از بازگشت محمد رویانیان به باشگاه پرسپولیس، گزارشی از همکاران ما در گروه ورزشی از ورزش براتون گفتیم. این رو هم بگم که در صفحه فیلم و صوت ما میتونید فیلم مرگ ناگهانی بازیکن فوتبال بعد از برخورد به حریفش رو ببینید. همچنین شیوه عجیبی از خودکشی که این بار در قفس شیرها اتفاق افتاده. نبرد تارزان عراق با اژدهای رمادی عنوان گزارش پربازدید دیگه ماست که همراه با عکس براتون آماده کردیم. در آخر جنازه داعشی که خوراک سگهای ولگرد شد، گزارشی همراه با فیلم که میتونید روی سایت ما ببینید. همه این اخبار و اخبار بیشتر رو شما میتونید روی سایت ما به نشانی yjc.ir مشاهده بکنید. اما اگه مایلید اخبار باشگاه خبرنگاران روی تلفن همراهتون داشته باشید، کافیه به سایتمون بیام و با یکی عضو کانالمون بشید. اما این رو هم خدمتتون بگم که شما خیلی راحت میتونید تلفن همراه یا تبلتتون رو به تلویزیون تبدیل کنید. برای این کار کافیه روی بنر پخش زنده در سایت باشگاه خبرنگاران کلیک کنید و با هر سرعت اینترنتی که دارید این امکان براتون فراهم میشه. فراموش نکنید که سامانه پیامکی 3023-94 پر ارتباطی ما با شماست. آقای مقامی اگه سوال دارید من در خدمت شما هستم. از شما متشکرم خانم گودرزی. این نکته را من اضافه کنم که خبرهای مربوط به استانهای مختلف کشور بر روی صفحه مخصوص هر استان بر روی سایت باشگاه خبرنگاران جوان به روز رسانی میشه که شما میتونید خبرهای مربوط به استان
رسانه خودتون رو اونجا دنبال کنید، همینطور عضو کانال خبری ما بشید و پیام‌های خبری رایگان دریافت کنید. اما تمرینات تیم ملی فوتبال دو روزی میشه که شروع شده، اما علارغم وعده مسئولان به شاگردان آقای کیروش، انواع و اقسام مشکلات شاید یکی از اصلی ترین رقیب‌های تیم ملی برای صعود به جام جهانی 2018 روسیه باشه. پا به توپ شدن ملی پوشان فوتبال در سایه قولهایی که تا به حال عملی نشده. با وجود اینکه به نظر می رسید مشکلات تیم ملی با جلسات کیروش و رئیس فدراسیون فوتبال حل شده، اما با شروع تمرینات مشکلات و دلخوری ها از زمین چمن تا لباس ملی پوشان قد کشید. قولهایی داده شد که می تونیم در زمین استادیوم آزادی تمرین بکنیم، ولی متاسفانه به قولهاشون پایبند نبودن. هیچ بهانه و توجیهی دیگه قابل قبول نیست. از بعد فنی جنس و کیفیت این لباس ها رو بررسی خواهم کرد، به خاطر اینکه فقط برای این اردو قراره از این البسه استفاده بکنیم. حضور 18 بازیکن از 32 مرد دعوت شده به تیم ملی آقای سرمربی را مجاب کرد تا خواهشی از جنس هشدار رو مطرح کنه. سعی کردیم مشکلاتی که از گذشته پایدار بود درون تیم ملی رو سعی بکنیم حل بکنیم، و بعضی از بازیکنان متاسفانه نمیتونن در خدمت تیم ملی باشن به خاطر برنامه‌ریزی برای فینال جام حذفی که امیدوار هستیم دیگه دفعه آخری باشه که با چنین مشکلاتی مواجه میشیم. امیدوارم هستم که از امروز به بعد مشکل سر بازخوان هم حل بشه، به خاطر اینکه هیچ کس نمیتونه قبول بکنه که بازیکنان بتوانند برای باشگاه‌هاشون بازی بکنند ولی نتونن در خدمت تیم ملی باشن. اما در حاشیه این تمرین گواردیولای وطنی که بعد از قهرمانی با استقلال خوزستان به سپاهان اصفهان پیوسته، در کلاس درس تاکتیکی کیروش حاضر شد. من یه جلسه تمرین کیروشو می‌بینم، شاید 10 جلسه تمرین برای خودم درست می‌کنم، ازشون در میارم. کیروشم این مسئله رو فهمیده، به من کمک می‌کنه. منم ازش کمک خواستم که تو سپاهان چون تیم حرفه‌ای‌تر به من کمک کنه. گفت اگه نیاز بشه بیام اصفهانم کنارت باشم، میام کمکت میکنم. تمرین تاکتیکی تیم فوتبال کشورمون در زمین چمن برگزار شد و قرار ملی پوشان 6 روز دیگه در تهران تمرین کنن و بعد هم برای انجام دیداری دوستانه به مصاف تیم فوتبال مقدونیه برن. گزارش همکارمون آقای زیایی بود. اما وسایل الکترونیکی که هر از چند گاهی به دلیل پیشرفت تکنولوژی ما رو وسوسه میکنن که اونها رو عوض کنیم و نسخه های جدیدتری رو خریداری کنیم، سرانجام از کجا سر در میارن؟ این زباله های الکترونیکی اگه فکری به حالشون نشه قطعا جلوی سلامتی رو خواهند گرفت. تلویزیون، تلفن، ضبط صوت، لامپ، روزی برای خریدشون کلی هزینه کردیم، باهاشون اوقاتمون رو سپری کردیم، دنیامون رو روشن کردند، همراهمون بودند، ولی حالا شدن زباله، یا بهتر است بگوییم پسماند. پسماندهای گران قیمت که از دور ریختنشان ابا داریم، اما نگهداریشان هم جز اشغال فضای اطراف ما هیچ سودی برای ما ندارد. زباله الکترونیکیتون رو چیکار میکنیم؟ ما اکثرا اینا رو به ضایعاتی فروشی، قطعات ضایعاتی که میان میفروشیم اینا رو. معمولا سطل و اشغال. این به بازیافت. پسماندهای الکترونیک، پسماندهایی با هزار نوع ماده مختلف که بسیاری از آنها سمی و سرطان‌زاست. این پسماندها عمدتاً آغشته به انواع فلزات هستند که بعضاً بین اونها فلزات سنگین و در واقع فلزات سمی وجود دارن. اگرچه زباله‌های الکترونیکی تنها 2% از کل حجم زباله‌های جمع‌آوری شده در کشورهای مختلف را تشکیل می‌دهد، اما این حجم ناچیز شامل 70% زباله‌های حاوی مواد سمی و سومین منبع بزرگ تولید سرب در زباله‌های جامد شهری است. آسیبی که این پسماندهای الکترونیک به شهروندان در آینده به حال وارد خواهد کرد به مراتب بیشتر از پسماندهای دیگه هست، چیزی شبیه پسماندهای پزشکی است. اما راه چاره چیست؟ ما جایگاه‌های برای جمع‌آوری این پسماندهای الکترونیک پیش بینی کردیم. 4 نقطه پیش بینی کردن در 3 محلی که بیشترین میزان تولید این پسماندها هست. در حال حاضر ماهانه 3000 کیلو زباله الکترونیکی جمع‌آوری می شود که در صورت همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی این میزان به 3 برابر افزایش می‌یابد. الان اگر که نهادهای شهری و استانی توی این زمینه بتونن بخشنامه ابلاغ کنن و همکاری داشته باشن، هم سازمان ها از دست انبارداری این قطعات خلاص میشن و هم اینها وارد چرخه بازیافت میشه. البته در میان این پسماندها برخی از بقیه بسیار خطرناک تر است. لامپ های کم مصرفه که این گاز داخلش خیلی خطرناکه. برای بحث جیوهشون که بسیار هم سرطان زا هستش، در مرحله اول
امها میشن و اون گاز جیوهشون جداسازی میشه و بعد میرن وارد چرخه بازیافت میشن. مسلما بهترین راه بازیافت اصولی این پسماندها و اولین قدم در این راه تفکیک و جمع‌آوری جداگانه این ضایعات است. هر کدوم از ما میتونیم با تفکیک زباله های الکترونیکی از سایر زباله ها به سلامت خودمون و محیط زیست کمک کنیم. پس بیایید از همین امروز شروع کنیم. انصاری، باشگاه خبرنگاران، اصفهان. و حالا بشنوید از برخورد با تخلف مدارس غیر دولتی از زبان مدیر کل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش. تذکر به مؤسس خواهیم داشت، لغو مدیر خواهیم داشت و استقرار ناظم مقیم در مدارس غیر دولتی برای دریافت شهریه ها و توقف یک ساله و توقف دائم. اما شما میتونید شهروند خبرنگار ما باشید و سوژه ها، عکس ها و ویدیوهای خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. برای این کار کافی ابتدا شماره 0930-319-47 رو در تلفن همراه خودتون ذخیره کنید و بعد از طریق نرم افزارهای موبایلی با ما در ارتباط باشید. اما ببینیم شهروند خبرنگاران امروز چه تصاویری برای ما ارسال کردن. شهروند خبرنگار ما باشید. شما میتونید سوژه ها و تصاویر خبری خودتون رو از طریق شماره 0930-319-47 برای ما ارسال کنید. اینجا بندرعباس است. این خوری که شما ملاحظه میفرمایید و این لوله فاضلابی که شما به این عظمت میبینید وارد دریا میشود و تمام کشور از این ماهی های بندرعباس تناول می فرمایند و فاضلاب های دیگر و خورهای دیگر که از این افتضاح تر می باشند. همانطوری که مشاهده می کنید اینجا جاده توریستی سالم خلخال می باشد که با داشتن این همه چارچوله حق تردد هیچ ماشینی بجز نیسان را مهیا نمی کند. برای رفع این مشکل کسبه محترم اقدام به کاشت نهال کردند که هم کمک به محیط زیست و هم چارچوله ها را پر کرده باشند. این تصاویر و بیشتر از اینها هم اکنون با نام خودتون بر روی سایت ما به نشانی yjc.ir قابل مشاهده است. احداث مزرعه شترمرغ برای هر کسی میتونه یک موضوع بسیار پرماجرا باشه. البته این ماجراجویی همت بلند میخواد تا بعدش به نتیجه ای ثمر بخش برسه. بسیار خوب، این گزارش هنوز آماده نیست. ابتدا همراه میشیم با عکاس باشگاه خبرنگاران برای لحظاتی و تصاویر رو میبینیم از لنز عکاس. لحظاتی پیش از احداث مزرعه شترمرغ گفتیم، حالا گزارشش رو با هم میبینیم. وقتی صحبت از کارآفرینی و اشتغال میشه باید سراغ از اراده های محکم گرفت. یکی از کارآفرینان موفق چهارمحال و بختیاری به همراه چند نفر از دوستانش در 15 کیلومتری شهر کرد مزرعه پرورش شترمرغ احداث کرده. تونستیم 200 مولد از بهترین فارمای ایران را تهیه بکنیم و در زمینی به مساحت 12.5 هکتار که از امور اراضی استان چهارمحال بختیاری واگذاری گرفتیم شروع به فعالیت بکنیم. این تولید کننده تونسته در این راه با پشتکار و تلاش شبانه روزی در عرصه عملی اقتصاد مقاومتی گام برداره. از فروردین ماه جوجه درآوری شروع میشه، از 60-70 تا شروع میشه تا برج 4 و 5 به 150-170 قطعه در هفته میرسه. یکی از شرکای این واحد تولیدی نیز با سرمایه گذاری خود تونسته باعث اشتغال جوانان این منطقه بشه. با حدود 3.5 میلیارد تومان سرمایه گذاری در اینجا شروع به کار کردیم
و حدوداً 20 نفر مستقیم و غیر مستقیم در اینجا فعالیت میکنن. اما بزرگترین مشکلی که پرورش دهندگان شترمرغ با اون روبرو هستن مصرف کم گوشت این پرنده است. گوشت شترمرغ اسید چرب ترانس کم خیلی کم داره و اسیدهای چرب غیر اشباع خیلی خوبی داره، یعنی امگا 3 داره، و بنابراین توصیه میکنیم مصرف اون رو به کسانی که مبتلا هستن به بیماری های قلبی، به کسانی که چاق هستن و کسانی که در معرض خطر دیابت هستن یا به دیابت مبتلا شدن. این روزها هر کیلو گوشت شترمرغ در بازار حدود 40,000 تومان به فروش میرسه. این یعنی سوددهی مناسب برای تولید کنندگان، و تولید کنندگانی که اگه ازشون حمایت بشه هم تولیدشون بیشتر میشه و هم قیمت این گوشت کمتر میشه. در حال حاضر این واحد ظرفیت پرورش و تولید سالانه 3000 قطعه شترمرغ رو داره که با فروش گوشت، روغن و چرم اون علاوه بر تامین نیاز داخلی میشه به بازارهای خارجی هم فکر کرد. امروز از مشکلات تیم ملی فوتبال گفتیم، همینطور در مورد کنترل پسماندهای الکترونیکی صحبت شد و در گزارش ابتدایی هم همکار ما همراه شده بود با گشت تعذیرات. این گزارش ها و سایر گزارش های امروز رو میتونید بر روی صفحه صوت و فیلم سایت باشگاه خبرنگاران جوان ملاحظه کنید. شما بیننده با خبرنگاران جوان دوشنبه 3 خرداد ماه بودید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزارم. نگاهتون مستدام. خدا نگهدار.